ترافیک گروه های فلسطینی در تهران، از رهبران جهاد اسلامی تا رئیس دفتر سیاسی حماس، بوی دلارهای آزاد شده یا توافق ضمنی جمهوری اسلامی با عربستان سعودی. صبح دوشنبه در حالی خبر ورود اسماعیل هنیه به تهران رسانه‌ای شد که شب گذشته ابراهیم رئیسی با زیاد نخاله رهبر جهاد اسلامی دیدار کرد. تقویم رفت و آمدهای سیاسی احتمال حضور همزمان رهبران جهاد اسلامی با وزیر خارجه عربستان سعودی در تهران را تقویت می‌کند. وزیر خارجه ایران در دیدار با همتای سعودیش از اتفاق نظر تهران و ریاض بر سر حمایت از گروه‌های فلسطینی گفت. اتفاق نظر داریم که حل مسئله فلسطین یک موضوع اساسی و دارای اولویت در جهان اسلام و در نگاه مشترک تهران و ریاض می باشد. بهمن ماه گذشته فیصل بن فرهان اعلام کرده بود عادی‌سازی روابط عربستان سعودی با اسرائیل بدون راه حل دو کشور اسرائیلی فلسطینی امکان پذیر نیست. اگرچه از زمان توافق عادی‌سازی روابط تهران و ریاض دست جمهوری اسلامی برای افزایش تنش در منطقه با استفاده از گروه‌های نیابتیش بسته شده، اما به نظر می‌رسد حماس و جهاد اسلامی دو گلوله‌ای هستند که فعلا شلیکشان کمترین هزینه را برای جمهوری اسلامی دارد. با اجرای آتش‌بس بین عربستان سعودی و حوثی‌ها، جمهوری اسلامی در فعالیت‌های بی‌ثبات کننده از طریق شبه نظامیان شیعه یمنی محدود شده. از طرف دیگر، با افزایش فشارهای آمریکا بر مراودات مالی تهران و بغداد، جمهوری اسلامی در حمایت مالی از گروه‌های شبه نظامی عراقی دچار مشکل شده. از طرف دیگر، رهبران جهان عرب در نشست اخیر با بشار اسد از او خواستند که حضور نیروهای جمهوری اسلامی در سوریه را محدود کند. بنابراین دست به نقدترین گزینه ممکن پیش روی جمهوری اسلامی برای تنش‌آفرینی در منطقه گروه‌های فلسطینی هستند. به ویژه اینکه فلسطین حوزه نفوذ ویژه ریاض نیست و حماس بیشتر از قطر خط می‌گیرد. در حالی که جمهوری اسلامی خودش را برای توافق محدود هسته‌ای با آمریکا آماده می‌کند، اسرائیل بزرگترین مخالف این توافق احتمالی است که ریاض دست کم آشکارا درباره‌اش سکوت کرده. ما بارها و بارها به دوستان آمریکایی خود اعلام کردیم. امروز دوباره میگویم که با توافق‌ها مخالفیم. اولا با توافق اولیه موسوم به برجام که فقط راه ایران را به سمت بمب هسته‌ای هموار می‌کند و ده‌ها یا صدها میلیون دلار در اختیار ایران قرار می‌دهد. من فکر می‌کنم مخالفت ما به این واقعیت کمک می‌کند که آمریکا به توافق برنگردد. تفاهم محدود یا یک معامله محدود هم به نظر ما در خدمت اهداف نیست. ما با آن هم مخالفیم و برای محافظت از خود در برابر تجاوزهای ایران هر کاری که لازم است انجام می‌دهیم. برای مهار اسرائیل تحت رهبری بنیامین نتانیاهو، جمهوری اسلامی فعلا روی دیوار گروه‌های فلسطینی یادگاری می‌نویسد. هم جهاد اسلامی و هم حماس بیش از هر گروه شبه نظامی دیگری از ایران کمک مستقیم مالی دریافت می‌کنند. هر بار که به ایران می‌آیند، با چمدان پر از دلار برمی‌گردند. سال 2006 به ایران سفر کردم و بعد از دیدار با احمدی نژاد با قاسم سلیمانی دیدار کردم و گفتم مشکل اصلی ما حقوق کارمندان و کمک‌هایی است که باید به فلسطینی‌ها داده بشه. در فرودگاه 22 میلیون دلار در چند کیف دیدم. توافق ما با سلیمانی بیشتر بود، اما چون 9 نفر بیشتر نبودیم نمیتونستیم بیشتر از این مبلغ رو حمل کنیم. در هر کیف 40 کیلو پول بود. حالا با آزادسازی طلبهای جمهوری اسلامی در عراق و کره جنوبی، به نظر دست تهران برای تزریق دلار به این دو گروه پرتر از قبل است. گروهایی که به رغم برخورداری از حمایت مالی جمهوری اسلامی در مقاطع مختلف به تهران نگفتند. با آغاز جنگ در سوریه، حماس ترجیح داد به جای همراهی با تهران در حمایت از بشار اسد، در کنار جنبش آزادی‌خواهی مردم سوریه بایستد و اندکی بعد موضع بی‌طرفانه بگیرد. جهاد اسلامی هم که نسبت به حماس روابط بهتری با تهران دارد، چند سال پیش درخواست جمهوری اسلامی برای صدور بیانیه در حمایت از حوثی‌های یمن را رد کرد. رفتاری که باعث شد حساب کار دست تهران بیاید که برخلاف حزب الله لبنان چندان نمی‌تواند از نظر سیاسی روی گروه‌های فلسطینی حساب کند. سفر اخیر محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به چین کلید دیگری برای رمزگشایی از رفت آمد گروه‌های فلسطینی به تهران است. عباس در دیدار با نخست وزیر چین توافق جمهوری اسلامی و عربستان سعودی را معجزه خواند. پکن هم ضمن تاکید بر روابط استراتژیکش با دولت خودگردان برای کمک به روند صلح بین دو طرف
مبتنی بر دو کشور فلسطین و اسرائیل اعلام آمادگی کرده. بر این اساس رفت آمدهای اخیر شاید در نگاه کلی تر در چارچوب علاقه چین برای نقش‌آفرینی در خاورمیانه در رقابت با آمریکاست که به نظر می رسد تحت رهبری جو بایدن تسلطش بر منطقه به اندازه گذشته نیست. احتمال می رود رضایت عربستان سعودی به همکاری جمهوری اسلامی و گروه های فلسطینی هم کمک به ریل‌گذاری برای نقش چین در آینده تنش های اسرائیل است. هرچند پکن احتمالاً می داند که موضوع اسرائیل و جمهوری اسلامی قابل مقایسه با اختلاف تهران و ریاض نیست. وقتی رهبران جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل رجز می خوانند و روز شمار می گذارند. فعلاً گروه های فلسطینی در تهران کلماتی را که مقام های جمهوری اسلامی تشنه شنیدنش هستند به زبان می آورند. زیاد نخاله سفر اخیر رئیسی به آمریکای لاتین را یک پیروزی برای جمهوری اسلامی خواند. جملاتی که احتمالاً چمدان‌های پر از دلار را بدرقه راهشان خواهد کرد. دلارهایی برای افروختن جنگ و تنش در اسرائیل. هدف جمهوری اسلامی که حتی صلح موقتش با غرب هم از مسیر جنگ‌آفرینی می‌گذرد. مشتبه پور محسن، لندن.